بله، برم سر اصل مطلب. من میخوام برای امشب یه مهمونی ترتیب بدم برای بچه ها. یه چند تا از دوستای نزدیکم هم حضور دارن، هم با داماد آشنا میشن، هم فکر میکنم به این وسیله خصومتی که بینمون هست برطرف میشه. اگه دوستامون افتخار میدادن تو مراسم عقد باشن خیلی خوب میشد. قبول دارین که خیلی با عجله و هول هولکی شد، یعنی انگار افتاده بودن دنبالشون رو باید فرار میکردن. بله، شرایط اینطور ایجاب کرد. بگذاریم. برای امشب منتظر همتون هستم با اجازتون. فقط الانور خانم، میدونید یه مسئله دیگم هست که باید حل کنیم. اعصاب منو به هم نریزیا. پاشو بریم. بریم. بله، همونطور که منم گفتم شروع آشناییمون خوب نبود. به خاطر رفتار عصبی که قبلا داشتم از همتون معذرت میخوام. قبول میکنیم، توی مهمونیتون حاضر میشیم. فقط یه خواهشی دارم، اگه شما هم اجازه بدین میخوام با دخترم تنها صحبت کنم. البته، این حق طبیعی شماست. بفرمایید، من راهنماییتون میکنم. از این طرف. ببینید الانور خانم، اگه یه بار دیگه آسی رو ناراحت کنیم، آخرین باری میشه که دخترتون رو میبینیم. من فکر میکردم نسل شوالیه ها منقرض شده. دخترم واقعا خیلی خوششانسه. چه خوب که هستی. واقعا باورم نمیشه منو به خاطر اینا ول کردی؟ به خاطر اینا اصلا نمیتونم باور کنم. واقعا باورم نمیشه، نمیتونم درکت کنم. تحمل این مسائل واقعا برای من سخته. چون برات سخت بود عقدمو از لایه در تماشا میکردی مامان؟ خیلی خوب. مهمت از نامه خبر داره؟ نه نداره. چرا؟ شما که تازه ازدواج کردین عزیزم، مگه میشه از روز اول همچین چیزایی رو پنهون کرد؟ همچین چیزی رو چجوری میتونم بگم؟ مگه چه ایرادی داره؟ موضوع اینه که مادر تو و پدر اون با هم قبلا نامزد بودن. همین، اگه بعدن بفهمن ترسناکتر نمیشه؟ مامان، اونی که ترسناکه تویی. نه عزیزم، تویی. این کار توه. خودتو توی یه چاه جهنمی انداختی. خیلی خوب، من میخوام اینو بدونم. اگه مهمت همه اینا رو میدونست، بازم با تو ازدواج میکرد؟ مامان خیلی خوب، بسه. خواهش میکنم. درست میگی. آره، هرچی باشه ما دیگه یه خانواده خیلی بزرگ شدیم. تون تون همدیگه رو میبینیم. به سلامتی. آبجی، باورید نمیشه، مثل موش آب کشیده اومد و معذرت خواهی کرد. واقعا دم آقا زیاگر، معلوم محترمانه ادبش کردی.
انگار اون زنی که مثل پلنگ به خونه حمله کرده بود رفته جاش یه بچه گربه کوچولوی آروم اومده. دختر ببینم، نکنه اینم آب زیر کابشه، بعدن مرموز بازی در نیاره. ممکنه، اینجور آدم ها خربوزه نیستن که با بو کردن بفهمیم، به هر حال موزی هن. اونا رو اونجوری خام خام نخور، دل درد میگیری. من عادت دارم. مهمت آروم باش. آخه چطوری آروم باشم بابا؟ نمیدونم الان بالا داره چه اتفاقی میفته. نکنه اصلی رو داره ناراحت میکنه. مهمت اگه میخواست ناراحت کنه نمیومد اینجا ناراحتش کنه. الانور خانم مادر اصلیه، با اومدنش به اینجا یه قدم به سمتمون برداشته. هر کی یه قدم سمتمون برداره ما سه قدم برداره. هیچی نمیدونی. من نمیفهمم چی میگین الانور خانم. آه خیلی خامی، برات ناراحتم. اگه میفهمیدی تعجب میکرد. من نمیتونم اندازی تو مطمئن باشم بابا. چرا؟ نکنه چیزی میدونی که من نمیدونم؟ نه، اما ندارم. روی تمام این اتفاقاتی که افتاده قلم میکشیم، فراموش میکنیم. مولانا گفته دیروز مال دیروز رفیق من، امروز باید حرفای جدید زد. حالا که به خاطر اون قضیه نامه خونه رو ترک کردی، اگه مهمت از اون نامه با خبر بشه تو رو ول میکنه. قصه نمیخوری؟ مامان تو واقعا باور نکردنی هستی. اگه فقط تو رو ول کنه باز خوبه، تا آخر عمرم از باباش متنفر میشه که قبلا اینو بهش نگفته. فکرشو بکن، زیا کارلی بزرگ با مادر عروسش، بمبیه ها. مامان تو این بدیو در حقم نمی کنی مگه نه؟ چرا این کارو نکنم؟ من یکم پیش از اون آدمو معذرت خواهی کردم. معذرت خواهی؟ اینو چجوری فراموش کنم؟ مامان خواهش میکنم، تو نباید اینو بگی. نه خیر دخترم، میگم این کارو میکنم. کی میتونه جلومو بگیره؟ اگه جایی تو بودم، از این به بعد وقتی با مادرم حرف میزدم 40 بار سبک سنگین میکردم بعد حرف میزدم. اینطوری مثل تو گستاخ نمیشدم، وگرنه خدای نکرده معلوم نیست چی بشه. مامان شب میبینمت. مامان خواهش میکنم لطف. معذرت خواهی کنم، حالا صبر کن، تازه شروع شده. حالت خوبه؟ آره خوبم. اینجا حالمو خیلی خوب میکنه. همونطور که حدس میزدم نه؟ اون شب به خاطر تاثیر الکل اونجوری بهم گفت. آره همینطوره. ببینم چیزی دیگه ایم گفت. تو انگار یه مقدار استراب داری. همون حرفا دیگه. تو نمیخوای بری سر کار؟ مگه دیرت نشده؟ چرا، اتفاقا دیرم هم شده، ولی نمیتونم اینجوری ولت کنم و برم. خیلی خوب دیگه، زود باش برو، ولی اونجا دلت برام تنگ میشه. مگه غیر از این ممکنه؟ میتونی منو برسونی پیش خواهرم؟ میدونستم کاسه زیر نیم کاسشه. اون نامه رو میذاره وسط، آبروی هممونو میبره. اگه سحر خانوم اینو بفهمه من چجوری تو روی اونا نگاه کنم؟ مهمتو بگو، خدا میدونه چه عکس العملی نشون میده. فکرشو بکن، بابای اون و مامان ما تو گذشته با هم دیگه نامزد بودن. اتفاقا همش میپرسه، نمیدونم چی باید بگم. همش میگه از چی ناراحتی، بین تو و مادر چه مشکلی است. منم دروغ میگم، به مردی که 2 روز باهاش ازدواج کردم دروغ میگم.
قیامت به پا میشه. میگم چطور خودت به مهمت بگی؟ بگو یه اتفاقیه که تو گذشته افتاده و تموم شده رفته، نمیشه؟ نه، این موضوع خانواده را از هم میپاشه. چجوری بگم؟ سحر خانم نمیگه چرا دختر این زن و عروس این خونه کردی؟ دختر نامزده سابق و فامیلمون کردی؟ بعد ما دیگه نمیتونیم مثل قبل عادی بشیم. مهمت هم از باباش حساب پس میگیره. اون موقع چی؟ خیلی خوب گفتن این موضوع به خانواده وظیفه آقا ضیا بود. اونم نباید این همه مدت مخفیش میکرد. خب اونم چیکار میکرد آخه؟ من کاملا یهویی اومدم پیش مهمت، اونم وقتی مامانو دید شوکه شد. راستش نمیدونم چی کار میکنیم، ولی امشب مثل گوسفند قربونی گردنمونو میبرن. منتظر باشو ببین. بگم نریم، مهمت شک میکنه. اگه بریم نمیدونم اونجا چه آبروریزی در انتظاره. گیر کردم، واقعا نمیدونم چی کار کنم. میگم نکنه مامان داره بلوف میزنه. ها؟ چه میدونم، میگم فکر نکنم تا این حدم پیش بره. بیا سرجیخ، حدس بزن چی شده داداش. خب چی شده؟ والا اصلا اتفاق خوشایندی نیست. اون رانندهی که استخدام کرده بودی؟ خب دیروز با یکی دعوا کرده، شبم تو بازداشتگاه بود. دلیلش چی بوده؟ والا دلیلش چه اهمیتی داره داداش؟ معلومه یارو مشکل کنترل اعصاب داره. تازه ما هم قرار بود جون بچه ها رو بهش بسپاریم. مشکل تو چیه سرجو؟ چه مشکلی میتونم داشته باشم؟ اگه من یکی استخدام میکردم و همچین کاری میکرد، تو بابا یه عالمه سرزنش هم میکردین. غیر از اینه؟ مشکلم اینه. تو واقعا اینطوری فکر میکنی؟ آره دقیقا اینطور فکر میکنم. نمیتونم بگم تو این شرکت من آدم حساب میکنی. اینطور نیست؟ سرجو متاسفم که داری اینطوری فکر میکنی. موضوع اونجوری که فکر میکنی نیست، ولی اگه همچین حسی داری حتما یه جای کارمون اشتباه بوده. حداقل از طرف خانم معذرت میخوام. برای درست کردنش باید یه کاری بکنیم. باش، ممنونم، خسته نباشی. خارزاده، چی کار کردی با مهمت حرف زدی؟ حرف زدم دایی. میگفتی چه اشتباه بزرگی کرده. حالا اگه من و تو جای اون بودیم چیا که پشتمو نمیگفتم؟ گفتم دایی، همه چیو بهش گفتم. خب اون چی گفت؟ معذرت خواهی کرد، گفت از این به بعد مسئولیت بیشتری به میده. خوبه. تازه دیرم کرده. کار دیگه نداری ماها؟ نه، موفق باشی. تو اتاق. خیلی خوب. تصویره رو چاپ کردم امه. مبادا پیش آقا ضیا اینا اینجوری بگی، وگرنه میگه اصلاح کن، اونا تصویر نیستن، عکسن. مگه هر دوشون یه چیز نیستن؟ خیلی خوب عزیزم، بابت عکسا ممنونم. خواهش میکنم امه، ولی من که نفهمیدم چرا عکسا رو چاپ کردی. ولش کن، قرار نیست همه چیو بفهمی. تو حرفای منو گوش کن، هرچی میگم انجام بده، کافیه. باشه همه جان، همیشه گوش کردم. خب عزیزم برو به کارت برس، لازم نیست منتظر بمونی. خیلی خوب. تو چرا انقدر مضطربی؟ چیزی شده؟ خوبم، چیزی نیست. چرا یه چیزی تو هست؟ نکنه فکر درگیر اینجا بودن دایمین هست.
مطمئن باش الان دایی نفزتین آخرین مشکلاتمونه. خب بهم بگو مشکلاتت چیه هستن خانم؟ دو روزم از زندگیمون نگذشته. حالا که به خاطر اون قضیه یه نامه خونه رو ترک کردی، اگه مهمت از اون نامه با خبر بشه تو رو ول میکنه. قصه نمیخوری؟ خدا میکنه مگه نه؟ اصلی جان با تو هم ببینم نکنه چیزی هست که از من پنهان کرد. نه، فقط به خاطر مهمونی عزیزم. برای مهمونی خیلی استرس دارم. عزیزم دیگه چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ما که به مادرت عادت کردیم، فوقش میاد یکی دوتا تیکه میندازه و میره. بابام هم که جوابشو بهش میده. چیزی نیست که قبلا اتفاق نیفتاده باشه. مادرتو خوب میشناسیم. آره، ولی بازم زیاد باهاش یکی بدو نکن، چون قابل پیش بینی نیست. زود بر میگردیم، میگیم خسته ایم و زود بلند میشیم میایم. هر جور که تو بخوای. بیا. حالا بخوام ببینم. خوبه دیگه، نبینم اخمات بره تو هم باشه. به هم قول بده. ممنونم مامان جون. برای الانور خانم چی گرفتی؟ یه چیز کوچیک ولی با ارزش. خب خانوادمون با اعضای جدیدش بزرگ شد، بزرگترم میشه. امروز خواستم از شما اینه که گذشته رو فراموش کنین، در شأن خانواده و آدم و رسوممون رفتار کنید. من که مشکلی ندارم، موافقم. منم مشکلی ندارم، مگه غیر از این ممکنه؟ عزیزم یکم راحت باش دیگه. ببین ازدواج کردیم، با هم خوشبختیم، پس لطفا آروم باش. ببینم نمیخوای با من حرف بزنی؟ چطوره برات نامه بنویسم؟ چی گفتی؟ چه نامه ای بنویسی؟ خیلی خب بابا، شوخی کردم باهات، واقعا امروز یه جوری شدی. سلام. سلام. خوش اومدی. احتیاج نیست، اصلا خوشم نمیاد. خوش اومدی. خیلی ممنون. خوش اومدی. سلام عزیزم. کتی مهمونامون رو راهنمایی کن سمت باغچه، بهشون نوشیدنی تعارف کن. خوش اومدی. خیلی ممنون. چرا همش چشماتو ازم میدوستی؟ چشاد آتیشم میزنن، میترسم نگات کنم. بفرمی. اومدن. آسلی
دریم عزیزم، بیا بریم خونه رو ببین. این دختر یا دیوونه شده یا واقعا عاشق داداشم شده، وگرنه چرا این زندگی رو ول کنه بیاد تو خونه یه دلگیر ما؟ نمیفهمم. عشق دیگه دختر، عشق. خوش اومدی عزیز دلم، خوش اومدی آقا داماد. خیلی ممنون آقا توبان، همونطور که میبینی بازم مایی. آقا داماد همونطور که میبینی آره بازم مایی، نمیتونی ازمون خلاص شی. شلو خدا بلای دیگه به همون بده. اصلی تو واقعا ازدواج نکردی مگه؟ نه معلومه که ازدواج کردم، یعنی مثل همه ازدواجای رسمی دیگه، رفتی دفتر امضا کردی. البته من فکر میکردم یکی از اون شوخیای کثیفته. برای اینکه باور کنی دیگه باید چیکار کنی؟ تا حلقشو نگاه کن. آره داداش ازدواج چی آخه تو رو خدا، حداقل میرفتین خونه های مجزا، برای چی هم دیگه رو تو قفس زندونی کردین ها؟ چرا تو قفس زندونی کنیم؟ ما خیلی با هم خوشبختیم. بعدش هم مگه من تو قفس زندونی میشم؟ ببینین من چه جور آدمیم. تو نه، ولی آقا دامادمون یکم پتانسیلش رو داره، درست نمیگه؟ اون شب قشنگ زده حال زد به مهمونیمون، رفت دست تو گرفت و از اونجا بردید. تو که حالیت نمیشه، اونا عاشقن، رفتن محسن. آقا داماد میرم یاب میوه برات بیارم، باشه؟ کتی نوشیدنی ها کجاست؟ تو آشپزخونه. باشه من میارم، تو لیوانای خالی رو جمع کن. انتخاب کردن هدیه برای آدمی مثل شما که همه چی داره و خوش سلیقه است برای من خیلی سخت بود. امیدوارم این هدیه خانواده هامونو به هم نزدیک کنه و فرصت بیشتری برای شناختن همدیگه بده. ای بابا چرا زحمت کشیدی؟ نه جانم چه زحمتی؟ این یه کپی از آلبوم خانوادگی ماست، تمام لحظات شاد و قشنگی که از روز ازدواج با زیا تا حالا داشتیم تو این آلبوم هست. میبینم که اینجا تک و تنهایی، معلومه بچه هاتون برای ترک کردن این خونه تمام تلاششونو کردن. خیالتون راحت باشه، ما به دخترتون یه خونه و خانواده گرم دادیم، از این به بعد لحظات خوب و خوشش تو این آلبوم قرار میگیرن و البته نوه هام. خب دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیرم. مادرت کجاست پسرم؟ نمیدونم، با صابخونه حرف میزد، هدیهش رو میداد. دو تا مادر دارن با هم اختلاط میکنن دیگه. امیدوارم به خیر بگذارم. یعنی میگه جنگ میشه؟ باید احتیاج به خرداد پسرم. وضعیت اضطراری برطرف شد. کجا بودی سهر؟ هدیه یه خانمو بهش تقدیم کردم، خیلی خوشش اومد. حدس میزدم، کار خوبی کردی، آفرین. Thank you.
بچه ها، با داماد من مهمت آشنا شدیم؟ مگه میشه با سوپرمن آشنا نشده باشیم؟ قهرمان همه دخترای جوان مدرسه است. ولی اصلی قبل از همه باهاش ازدواج کرد. ما هر شب آقا داماد اذیت میکنیم. تابستون دارن میرن پاریس. تابستون و پاریس چه خوب اصلی. خیلی خوششانسی. برای مهمت همکار، همگشت و گذار، هم تفریحه. تمام برنامه هاش هم پره، همیشه جلسه داره. اینم به نفع اصلی میشه، صبح تا شب میره خرید. بهتون خوش بگذره. خدافظ. بجنبید ما هم یه سلفی بگیریم. بیه بگیریم بگیریم. بیه عشقم بیه. بچه ها وایسی. 3-2-1 میگیرم. حالت خوبه؟ آره خوب. دارین؟ حتما میگو رو امتحان کنین، خیلی خوب شده. باشه میخوریم. برای مهمونامون نوشیدنی ببر لطفا. نه ممنونم. ممنون. این چه جور مهمونیه؟ تو این خونه سفره نمیندازن؟ یکم چشمت سیر بشه، اون همه غذا جلوی چشممونه، دیگه چی میخوای؟ تو به اینا میگی غذا؟ میزه رو نمیبینی مامان، این همه غذا، میگو، سالمون، خاویار، همه چی رو میزه. دخترم، ندید پدید نباش، زشته. ندیدیم دیگه، کجا میدیدیم؟ میگن کوه به کوه نمیرسه، ولی آدم چرا؟ پس میگی یه جوون رشید مثل کوه؟ خیر از اینه؟ خب
بد نیستی، ولی دیگه بزرگش نکنیم، کوه دیگه اقراقه. یه زمانی قدیما اینجوری میگفتن، من تقصیری ندارم. نه بابا. چیزی نمیخوری؟ اون دختر کیه؟ اینا از کجا هم دیگر رو میشناسن؟ خیلی خوشگله به داداشم میاد. یعنی میگی کبوتر با کبوتر؟ برو داداشتو تو صدا بزن، زود باش. وای مامان، تو هم بعضی وقتا واقعا شورشو در میاری. ساکت شو، گفتم برو صداش کن. باشه. سهار بل کن، پسر جوونه داره با یه دختر حرف میزنه. سلام مینا، درین خوشحال شدم. منم. خواهرمه. مامان کارت داره داداش. مامان کارم داره ها؟ باشه. خیلی ممنون. انگار اون روز در خونمونو از جا نکند. دور رو سهار آروم باش. نمیشنوه. الان میام. سهر خانوم، هیچ غذا و نوشیدنی نخوردی؟ نکنه غذاهای دریایی دوست نداری؟ اگه میدونستم میگفتم یه منوی دیگه براتون آماده کنم. بگم کباب درست کنم؟ نه خیلی ممنون، لطف داریم. در طول روز رفت آمد زیاد داشتیم برای عرض تبریک. برک مورک آوردیم براشون، نمیشد همراهی نکرد. زیاد روی کردم. میفهمم. کربوهیدرات دیگه. الان برمیگردم عزیزم. به خدا الانه که داد بزنم کمک. مامانم دیوونه است، ولی امیدوارم انقدر دیوونه نشده باشه که همچین چیزی رو جلوی همه بگه. نه فکر نکنم این کارو بکنه. نه این کارو نمیکنه. مگه اگه پای انتقام گیری وسط باشه چرا میکنه؟ انتقام از من باشه که شک نکن، تو هم میدونی ازش برمیاد. الکی برای آروم کردنم این حرفا رو نزن لطفا. نه اصلی به خاطر اون نیست، من خودم هم نمیدونم. ولی اگه یه همچین کاری بکنه تا روز مرگم هم نمیبخشمش. برای اون زن فقط خودش مهمه، همین. همه چیو ازش بگیر ولی با خودخواهیش کاری نداشته باش، هیچ چیز دیگه ای نیست. ولی حالا ببین، اون انتقامشو میگیره، بعد راحت میشه، این کارو میکنه، آخرش این کارو میکنه. من میرم. کما رفیق، تو دیشب توجه همو خیلی جلب کردی، انگار زیادی داری سخت میگیری. آره رفیق، یکم ریلکس باش. به هر حال با دختری که تو مدرسه همه دنبالش بودن ازدواج کردی، یکم خوشحال باش. خوش بگذرون. دیشب هم دختره رو با عجله برداشتی از اینجا رفتی، یادم نرفته. در مورد راستی موازه به حرف زدنت باش، وگرنه خیلی پشیمون میشه ازش. دست و پا تو حسابی جمع جور کن، وگرنه جایی میری که اصلا دوست نداری. حوصله سر رفت؟ نه عزیزم، حوصله‌ام سر نرفته، یکم خسته شدم، سرم هم درد میکنه. بچه‌ها حرف میزنن دیگه. آو چی شده؟ خواستم محمد با دوستات صمیمی بشه عزیزم. تا دیروز که یه لحظه از پیش هم جمع نمیخوردین، دو روزه چی شد حالا؟ بچه‌های خیلی خوبی هن مگه نه محمد؟ بله
بله همینطوره. حتی دیشبم برای ما یه جشن خیلی خوب ترتیب دادن. دستشون درد نکنه. خیلی ازشون ممنونم. میخوام سخنرانی کنم. بیاین بریم. میخواد نامه رو بخونه. قبل از هر چیز از اینکه تو این روز شاد ما رو تنها نذاشتین خیلی ممنونم. خوش اومدین. خیلی ممنون. چون نمیتونم توی جمع سخنرانی کنم، یه چند کلمه خط خطی کردم. کتی، خیلی ممنونم. راهی که با یه هیجان کودکانه وارد شدی؟ واقعا میخواد نامه رو بخونه. هر چقدرم برای من سورپرایزی شد که حتی اگه تو خوابم می دیدم باورم نمی شد. نه نه، فقط جمله اول شبیه بود اون نامه نیست. واقعا داره از شکنجه دادنمون لذت می بره، می بینی؟ خیلی خوب اصلی، آروم باش، مهمت می فهمه. توی این مسیر خیلی طولانی متاسفانه غیر از آرزوی موفقیت برای شما کاری از دستمون بر نمیاد. خوشبخت بشین بچه ها. کتی، جشن رو شروع میکنی. خدیجه چی کار کردی؟ گذاشتیش؟ آره، تلسمو گذاشتم تو تخت. دخترم اینقدر بهش نگو تلسم، به هر حال داریم یه کار خیر میکنیم. لعنت بر شیطون. خیلی خوب مامان، عصبانی نشو. ببین منو، مبادا هم سهرت بفهمه مواظب باش، احتیاط کن، خیلی مراقب باش. باشه مامان. این تلسم جواب میده دیگه. آره، یعنی چیزه. اسمشو چی بگم مامان؟ چیزی نگو دخترم، تو اصلا به زبون نیار. بعدش هم جواب میده دخترم، جواب میده. ندیدی زنه چی کار کرد؟ چیا نوشت و سوزوندشون؟ واقعا قسمت تو و مهمت و بسته بودن دخترم عزیزم. دلم گرفت به خدا. منو ببین، اون زن دختر یکی از آشناهامونو 2 ماه از شوهرش جدا کرد. من که بهش باور دارم، تلسمی که این زن کرده جواب میده. مامان تو خودت هم گفتی تلسم؟ از بس که گیجم کردی. میخواستم بگم دعای خیر. پیداش کردم، دعای خیر بهش میگیم. آره آره. خب زود باش برو پیش بابات، منم چای بریزم. باشه. میخواستم برم دستشویی. از این طرف. متشکرم. سهر خانم، انگار یکم حوصله‌تون سر رفته، چیزی میخوریم براتون بیارم؟ نه خوردم، خیلی ممنونم. میگم انگار غذاهای دریایی زیاد دوست ندارین. هیچی نخوردین؟ نه خوردم، ممنون. خب برای مراقبت از چه چیزایی استفاده میکنی؟ برای نظافت؟ نه، برای مراقبت از پوست.
آه زیاد. الانور این بازی تا کی میخواد ادامه داشته باشه زیا؟ چه بازی؟ تو و من. متوجه نمیشم تا کی قراره وانمود کنیم همدیگر رو نمیشناسیم. یه گذشته خیلی بزرگ بینمون هست. فکر نمی کنم اون گذشته ارزشی به خاطر آوردن رو داشته باشه. معلومه بعضی چیزا برای آدم ردی به جا نمیذاره. یعنی میگی ردی به جا نذاشته؟ قبلنم بهتون گفته بودم من یه کلینیک پوست دارم، دستگاه‌های مجهز و بروزی داریم. مثلا این چروکاتون توی 2 جلسه از بین میره. کاش بین این دو خانواده ملاقات صمیمانه تر اتفاق میافتاد به جای اینکه برای نمایش و شبکه‌های اجتماعی باشه. کاش یه دیدار برای نزدیک شدن دلامون بود. وقتی منو تا پیش پات کشوندی نمایش راه ننداختی. نکنه نمیتونستی قلب تو آروم کنی. برای اینکه نفر از قلب حرف بزنه خودش باید قلب داشته باشه. فکر نکنم تو داشته باشی. پس درست یا غلط یه چیزایی به خاطر میاری. این صحبت زیادی کش پیدا کرد الانور. تو مسیر درستی هم پیش نمیاد. ما پدر و مادر عروس و دامادیم. از این به بعد وظیفمون دسته جون، مطمئنم جای خیلی قشنگی داری، ولی من نه به فکر مراقبت از پوستم نه به فکر جوون شدن. برای همین میبخشی میخوام برم دستشویی. نه از اون لحاظ نگفتم. البته که شما خیلی جوونی، ولی برای اینکه حس بهتری پیدا کنین و سر حال بشین هر وقت خواستین بیا. حتما برای صرف چای میام. دمنوش دمنوش دوست دارین دیگه؟ دمنوش میخوریم. خب وظیفه ما چیه؟